کتاب مقدس به ما شخص رو به نام یوشع معرفی میکنه. میدانیم که یوشع کسی بود که خداوند بعد از موسی اون رو انتخاب کرد. چرا اون رو انتخاب کرد؟ کلام خداوند میگه موسی در حضور خدا بود و از حضور خدا مرخص میشد، اما یوشع هنوز در حضور خدا بود، پس به خدا وقت داده بودش. و نیز اعلام میکنه کلام خدا که یوشع وفادار موند برای موسی. همه ما میدانیم سران قوم اسرائیل، 12 سران قوم اسرائیل قرار بود که وارد کنعان بشن به فرمان موسی و خدا، اما این 12 تا وقتی که رفتن اعلام میکنه که 10 تا از این سران ترسیدند، نه که ایمان نداشتن، ایمان داشتن، خدا رو میشناختن، ولی ترسیدن. در بین این 12 سران رهبران فقط و فقط 2 نفر بودن که پذیرفتن، یکی کالیب بود و یکی یوشع بود، و هر دو اینها مردانی بودن که برای خدا و برای موسی ایستادن. و در زمانی که جنگ شد و موسی که دستاش به سمت آسمان دراز بود و دعا میکرد برای قوم، میگه خسته شد و دستاش داشت میافتاد، اما این کالیب و این یوشع بود که دستان اون رو گرفتن بالا، و حالا یوشع قرار رهبر قوم اسرائیل بشه. خب ما میدونیم خیلی رهبر شدن، بعد چی شد؟ واقعا اونایی هم که رهبر شدن یک ویژگی های خوبی داشتن. این رهبران که رهبر شدن این گونه نبود که مردم یه دفعه به یه نفر بگن تو رهبر شد. خیلی ویژگی های خوب اونها، دلسوزی های خوب اونها، ولی چرا بعدا خراب میکردن؟ به خاطری که به دامن غرور میافتادن. شهرت، ثروت، صحبت های این ورانوری ها نمیذاشتن که این حرکت کنه این رهبر. از این رو بود که خداوند یوشع رو انتخاب میکنه. اما قبل از اینکه مشغول رهبری بشه، در بین قوم خدا او رو تعلیم میده که مبادا به دام غرور، وسوسه گرفتار بشه. فیلم فکر میکنم زاپاتا رو باید هممون دیده باشیم، درسته؟ اونهایی که مثل من جوان هستن دیدید اول انقلاب، درسته؟ فیلم زاپاتا، داستان زاپاتا اینجوری بود که نشون میداد به عنوان یک رهبر وقتی شورش میکنه و پیروز میشه، خود زاپاتا یکی از افرادی که مخالفش بودن رو صدا میکنه و شروع میکنه اونو زدن. بعد اون میگه زاپاتا یه روزی تو اینجا ایستادی و تو رو زدن و تو شورش کردی و امروز تو داری منو میزنی. و این باعث بیداری زاپاتا شد و زاپاتا تصمیم گرفت که خودش بره با دشمن بجنگه. وقتی مردم جلوی اون رو گرفتن گفتن زاپاتا تو کجا میری؟ تو رهبر ما هستی؟ اعلام میکنه که ملتی که چشمش به دنبال یک نفر به عنوان رهبر باشه اون ملت بدبخت خواهند شد. من میرم تو شما رهبر خودتون باشید. و دیگه هم این فیلم رو نداشت جمهوری اسلامی به خاطر همین موضوعی که زاپاتا اعلام میکنه توی اون فیلم. پس واقعا کسی که میخواد رهبر بشه، کسی میخواد مسئول بشه، حتما باید تعلیم بگیره، حتما باید مدیریت رو بشناسه تا چگونه نیز برخورد کنه. و ما میبینیم کلام خداوند یوشع رو در ابتدا تعلیم میده تا بتونه توی جایگاه درستی باشه. اولین تعلیم در حضور خداست. اولین تعلیم ما اگر میخوایم با ترس هم قدم نباشیم، میبایست با خدا هم قدم باشیم، به خدا وقت بدیم، چون خدا به ما ترس رو نمیده، احساس ترس رو نمیده. خدا به ما اتوریتی رو میده، اقتدار رو میده، قوت رو میده، امید رو میده، شادی رو میده، چون از همون ابتدا خدا این کار رو کرد. از همون ابتدا در پیدایش 1:26-28 میگه تو به تو نیز قدرت خواهم داد که بر آسمان و بر زمین و بر اعماق دریا نیز تو بتونی تسلط داشته باشی. و این قوت رو خداوند نیز به ما خواهد داد، همان گونه که ما در دوم سیمکاوس 1:7 میخونیم که اعلام میکنه زیرا خدا روح ترس را به ما نداده است، بلکه روح قوت و محبت و تعلیم رو داده. و این روح خداست، روح القدس هستش. کلام خداوند باز در کلامش اعلام میکنه
میگه خدا یوشع رو انتخاب کرد. چرا؟ مرد جنگجویی بود؟ نه. خوش‌تیپ بود؟ نه. پولدار بود؟ نه. اگه اینا رو هم داشته نمیدونم، ولی کلام خدا میگه اون رو انتخاب کردم چون روح دیگر داشت. یعنی چی روح دیگر داشت؟ غیر از اینکه روح انسان رو داشت که همه انسان‌ها دارند برای بقای جسمشون، روح خدا رو داشت، همون روح القدس که در ابتدا خدا به آدم و حوا داد. چون در حضور خداوند بود یوشع، خداوند روح خودش رو به او داده بود که باعث قدرت و نیز قوت او شده بود تا بتونه رهبر خوبی باشه برای کسانی که خداوند در مقابل او قرار دادن. از این رو هست که اگر خداوند یوشع رو باهاش صحبت میکنه که بتونه تعلیمش بده، بتونه از روح خودش پر کنه، قوت بهش بده تا مسئول خوبی باشه، حتما ما نباید رهبر باشیم. یک مرد در خانه رهبره، یک زن در خانه رهبره و مسئول داره، مسئولیت داره. شما حتی زمانی که دارید رانندگی میکنید رهبریت، رهبریت ماشین تو داری. شما میدونید که شخصیت یک انسان سالم حتی تو رانندگیش مشخصه. پس هر کجا ما اون رهبریت رو داریم، خداوند به ما اقتدار رهبریت رو داده، مدیریت رو داده که توی جایگاه درست باشیم. حالا ما توی جایگاه درست هستیم، اما همه چیز که درست نیستش، خیلی چیزا خرابه، خیلی چیزا به هم ریخته است. میخوای چیکار کنی؟ میخوای باش بجنگی با خرابی ها؟ اگه میخوای بجنگی ترس نصیبت میشه. جنگ رو بذار مال خدا. خروج 14:14 میگه تو نترس، بگذار من برای تو میجنگم. تو نجنگ، بذار من برای تو جنگ خواهم کرد. مشروط برای اینکه به دست او بدیم. و همه ما میدونیم اطرافت بدی هاست، ضد تو هستن، موقعیت بدی داری تو این دنیا. اگه به دست خدا بدی، اینو بدون، حتی اگر به فکر این هستی انتقام بگیری، خدا بهتر از من و تو انتقام خواهد گرفت. انتقامی که ما میگیریم باهاش ترس میاد. کجا ایستادی دست کسی ناراحتی، کسانی ناراحت هستی؟ ترس تو رو گرفته، ولی وقتی میسپاریش به خدا، داوری نمی کنی، غیبت نمی کنی، آرامش داری، سلامتی تو داری، خدا میدونه چه کار کنه، دنیا میدونه چه کار کنه. باور کنید خیلی ها همینجا تو همین دنیا جواب میدن. شخصی توی یک رستوران توی جاده نشسته بودش، خوراکشو میخورد، سه تا موتور سوار که تیپن مثل این گنگسترا بودن، گنگ بودن، اینا وارد رستوران میشن. اولی سیگاری که دستش بوده میکنه تو دیوان خوره که داشته این میخوره، خاموش میکنه. اون دوتا نگاه میکنم داری چی کاری نکرد. دوباره بشقاب برم دوزن تو سرش، چی کاری نکرد، طرف همه چی کاری نمیکنه و خوشه میتکنه و بعد بلند میشه بره صورت حساب به پردازه. سومی هم یه پاپله میزنه میفته، بازم بلند میشه خودش رو میکنه و پول حساب میکنه و میره. بعد اون سه نفر رو میکنم به بقیه میگن نه کن چقدر ترسو بود، به هیچ کدوم ما اعتراض میگن، هر جب آدم بی خود و ترسی بود. صاحب رستوران که داشت از پنجره بیرون رو نگاه میکرد میگفت واقعا هم ترسو بود هم راننده ناشی بود. سوار کامیونشو عقب عقب اومد، سه تا موتور به این خوشگلی رو ندید، هر سه رو له کرد و بعد گذاشت رفت. به دنبالش بود. پس این گونه نیستش که تصور بکنیم که این دنیا کسی که بدی میکنه بدی نخواهد دید. کسی که بدی میکنه درونش بدی هست و داره با خودش نیز میجنگه. اما کتاب یوشع رو نیز میخوام براتون بخونم. کتاب یوشع 1:5-9 اعلام میکنه هیچ کس را داره، خدا داره با یوشع صحبت میکنه. درسته؟ یوشع کو؟ خدا داره با شما صحبت میکنه، خدا داره با من صحبت میکنه. هر کسی این رو برای خودش بگیره و اجازه نده ضعف و ترس تو رو بگیره، چون سهم من و شما که اینجا هستیم دیگه ترس نیست. به هر دلیلی که وارد این کلیسا شدیم و این کلام داره اعلام میشه، خدا داره با تو صحبت میکنه. شما امروز یوشع خداوند هستید. هیچ کس رو در تمامی ایام عمرت یارای مقاومت با تو نخواهد بود. هیچ کس در مقابل تو نمیتونه بیسته. اگه قلب تو مسیح دادی، اگه از خدای زنده کمک خواستی، چنان که با موسی بودم با تو خواهم بود.
چنان که با رسولان مسیح بود و خدا اونها رو حفظ کرد و حتی دست بر مریضان میذاشتن اونها شفا میگرفتن، رفع مشکلات مردم رو میکنن، خدا نیز با ما خواهد بود. آمین. تو را محمل نخواهم گذاشت، یعنی تو را بی خود نخواهم گذاشت، تو از چشم خدا بی ارزش نیستی. کلام خداوند اعلام میکنه که پولس رسول ظرف برگزیده خدا بود. امروز هر کدوم ما ظرف برگزیده خدا هستیم. قبول داری؟ پس اجازه نده ترس افکار تو رو بگیره. و ترک نخواهم نمود، یعنی اجازه نمیدم که تو بترسی. قوی و دلیر باش، زیرا که تو این قوم را متصرف زمینی که برای پدران ایشان قسم خوردم به ایشان بدهم خواهی ساخت. قوی باش. چگونه قوی باشم؟ باز در همین کلام یوشع 1:8 اعلام میکنه که کلام مرا بخون. الان به اون قسمت میرسیم و میگه تمام تفکرت رو این کلام بذار. چرا؟ به تو امید میده، قوت میده. پس برای من که فرزند خدا هستم، یک بال من یوشع 1:8. لطفا اینو بگید، یوشع 1:8 بخونیدش، خیلی زیباست. و یه بال من باز در حضور خدا هست، اعمال رسولان 1:8. من دارای دو بال هستم که بالای مشکلات پرواز خواهم کرد، نه توی مشکلات. اعمال رسولان 1:8 میگه در حضور خدا بند باشید تا از روح خدا پر بشید، همون گونه که یوشع در حضور خدا بود و همان کارهایی رو که موسی کرد، یوشع به نوع دیگه معجزات رو انجام داد و توانست برای قوم خداوند نیز مفید باشه. و اعلام میکنه فقط قوی و بسیار دلیر باش. هر کسی باید به خودش بگه فقط قوی و بسیار دلیر باشم، بیستم، نترسم، نگران نباشم، خدا با من است، خداوند از من حفاظت خواهد کرد. رومیان 8:31 چی میگه؟ تا خدا یک بار دیگه، تا خدا با ماست کیست بر ضد ما؟ بنیز اعلام میکنه فقط قوی و بسیار دلیر باش تا بر حسب تمامی شریعتی که بنده من موسی تو را امر کرده است متوجه شده. خدا نیست کسی رو که قرار میده دوستش داره و بهش احترام میذاره. ناگهان اینجا خدا میتونست بگه به حسب آنچه را که من گفتم. چرا میگه موسی؟ اگر خداوند شخصی رو به خدمت میگیره، هر خدمتی، مهم نیست، به عنوان کشیش، به عنوان شبان اون کلیسا، به عنوان معلم، به عنوان قسمت مالی، هر قسمت، قسمت صدا، قسمت سیما، نمیدونم هر کجا تو کلیسا دارید خدمت میکنید، خدا تو رو انتخاب کرده. این رو بدونید. گاهی عزیزان تصور برای میکنن کشش رسول یه سکه میده دستش، میگه شیر اومد روبرت، خط اومد مثلا روبنه، آن روبرت مسئول مالی میشه. دوباره میگه اصلا این گونه نیستش. گذشته از تخصص و تجربه و دانش که حتما باید باشه و آگاهی، گذشته از اینها من در حضور خدا باید برم و دعا کنم که خداوند رو میبینم. بر فرض مثال مسعود، آقا مسعود که اینجا هستن، بعد مسعود که خیلی نمیشناسید، ایشون اطلاعاتی نسبت به حقوق دارن. خب من اینو دانشو دارم، میگم خداوند رو میخوام از مسعود جان استفاده کنم در رابطه با کمک به مهاجرین که کمکشون بشه. دعا میکنم اگر خدا با قلبم صحبت کنه میگم مسعود جان حاضر هستی شما عزیزان دستگیری کنید؟ میگه نه. میگه نه؟ چرا میگه نه؟ میگه بله. به افتخار مسعود جان دست داد. مسعود عزیزان از قانونی پشت صحنه هستم. پس هر کسی رو انتخاب میکنم در کنار تخصص و تجربه که عزیزان دارن، من در حضور خدا تاییدشو میدم. چقدر بیشتر اگر خداوند رسول به هر شعبان و هر کشیشی رو انتخاب میکنه، خدام شیاقت نکرده. خدا میدونه داره چه کار میکنه، وفادار به کلیسا، وفادار به خدا، وفادار به شعبان، وفادار به شعبان و کشیش، یعنی وفادار به ویژن اون کلیسا باشیم نه انسان. وفادار باشیم. اگر شعبانی میگه خداوند این ویژن رو به من داده، همراه او باشیم، دست او رو بگیریم بالا و اجازه ندیم که بیفته. و اگرم کسی هم رفت، هاللویا که رفت، نگران نباشید. از 12 نفر 10 تاش رفتن، 2 تاش موندن.
من تا به امروز چیز رو تجربه نکم. از 12 نفر دو تا شرفته، 10 تاش مونده. برای 10 تا دست بزنید. چرا که ایمان داریم که خداوند مطابق فیضش ما را برکت خواهد داد. و اعلام میکنه فقط قوی و بسیار دلیل باش تا بر حسب تمامی شریعتی که بنده من موسی تو را امر کرده است متوجه شده عمل نمایی، زنهار از آن به طرف راست و چپ تجاوز منما. اجازه نده منطق دنیا تو را به سمت خودش ببره، مشکلات ببره. استعدادت خیلی خوبه برای ثروتمند شدن، درسته؟ وقت تو به خدا و کلیسای مسیح بده. نترس. اگر از ترست کلیسا نمیای، اگر از ترست کلام نمیخونی، یعنی میگی من وقت ندارم کلیسا بیام، من وقت ندارم کلام بخونم، من وقت ندارم خدمت بکنم، این همون ترس است که خدا میخواد در من و شما نباشه. خدا رو امتحان کنیم، خدا رو تست کنیم. کشورهایی که تحت جفا هستن، مردمی که تحت جفا هستن، خوشبختانه بهتر از کشورهایی که مثل آمریکا و اروپا اون جفا نیست، اون مشکلات نیست، خدا رو تست میکنن. من این چند آیه رو بخونم، میخوام گواهی از معلم خودم میگم. و اعلام میکنه هر جایی که میروی کامیاب میشوی. تو که مسیح ایمان داری، تو که دیگه ترس رو به دوش خودت نمیبری، ایمانت رو میبری. این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی، زیرا همچنین راه خود را پیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد. آیا تو را امر نکردم؟ دوباره داره به یوشع میگه، چون ما انسان هستیم، در ضعف هستیم، هر آن خسته میشیم، هر آن میترسیم، هر آن با صداهای منفی و نگاتیو میافتیم. پس قوی و دلیر باش، نترس و هراسان نباش، زیرا در هر جا که بروی یهوه خدای تو با تو هستش. آمین. هر کجا که بروی. هفته قبل ما فیلیپیان 2:5 خوندیم. فیلیپیان 2:5 اعلام میکنه که پس همین فکر در شما باشد که در مردم دنیاست. بله؟ نه؟ همین فکر در شما باشد که در آدم های موفق تو این دنیاست. نه؟ اصلا خوشم نمیاد و کلام میخونم. همین فکر در شما باشد که هنرمنده و هنرپیشه هستن، الان دارن جایزه اسکار میگیرن. بله؟ چی میگه؟ اعلام میکنه پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود. مسیح چه؟ آیا مسیح میترسید؟ مسیح نگران بود؟ مسیح غمگین میشد؟ با توجه به اینکه بیشترین جفا بر مسیح اوایلی بود که مسیح ایمان آورده بودم و موضوع 10:1 رو نمیدانستم. اصلا قصه 10:1 و هدایا چی هستش؟ و واقعا همیشه من با یک فیلتر شک به مسائل مسیح مذهبی نگاه میکردم. حتی کلیسا و انجیل رو اون گونه که امروز یافتم هرگز پیدا نمیکردم. فکر میکردم اینم یه قصه دیگه هستش. معلم من اتفاقی براش میفته توی این موقعیت زندگیش. ایشون یک درآمدی داشته اون زمان، بر فرض بگیریم به 100,000 تومان. 100,000 تومان میدونیم 10:1 میشه چقدر؟ 10,000 تومان. و ایشون خب با این موقعیت زندگیشون میگردونه. به گفته خودش ایشون 100,000 تومان رو یک روز میگیره و میگه اولین کاری که من میکردم، من این 100,000 تومان رو میرفتم کلیسا، 10:1 رو میدادم و بعد میرفتم بقیه رو مطابق آنچه که همه ما حتما انجام میدیم گفت میدم به خانمم که خانمم خرج کنه. خب خانمش خرج میکرده و میگفت موقعیت من اینجوری بود که هر موقع این کار میکردم من فقط این پول رو، یک کت داشتم، این پول رو میذاشتم تو جیب کت، به خانمم میگفتم که این پول رو گذاشتم در اینجا. میگه یه روز وقتی من داشتم میرفتم وارد کلیسا بشم، روح القدس با قلبم صحبت کرد، امروز 80,000 تومان میدی. من میگفت غیر باور بود. من دوباره گفتم نه نه، این صدای خداوند نیست، برای چی من 80,000 تومان میدم؟ گفت خرج. بعد آخر سر گفتم نه، من فقط حالا که این تو من 20,000 تومان میذارم، نمیشه 80,000 تومان بدم، من فقط 20,000 تومان. گفت 20,000 تومان شمردم، سوا کردم و رفتم اونجا
کسی که مسئول حسابداری کلیسا بود، گفت رسیدم اونجا و اون پول رو گذاشتم اونجا و امضام دادم و اومدم. وقتی اومدم خونه که پول رو بذارم توی جیب کت خودم، دیدم چقدر حجمش کمه. گفت شمردم، دیدم وای 80,000 تومن رو گذاشتم، 20,000 تومن رو برداشتم. و میگه من به خانومم هیچی نگفتم، گفتم الان بگم. میگه آخه تا آخر ما چگونه با 20,000 تومن ما میگذرونیم؟ و گفت خانوم منم همیشه یه لیست تو آشپزخونه داشت، هر چی میخرید مینوشت. گفت یه چند روز گذشت، من رفتم این لیست رو نگاه کردم، واو چقدر خرج کرده. گفتم همین امروز فرداست که از من میپرسه. گفت رفتم اونجا دستم کردم توی جیب، دیدم نه هنوز این حجمش انگار زیاده. خب برای رسید تا آخر ماه. وقتی شد آخر ماه، من دیگه مونده بودم به خانومم چی بگم. گفت دستمو کردم دیدم هنوز پول هست. گفتم آنجل تو غیر از این پول از جای دیگه هم استفاده میکنی؟ گفت نه. و گفت براش حقیقت رو گفتم. گفت رفتم کلیسا و به کلیسا گفتم عذر میخوام، من یه اشتباهی کردم، به جای 10,000 تومن من 80,000 تومن پول آوردم گذاشتم اینجا، ولی الان این اتفاق افتاده. گفت می‌خواستم ببینم عکس العمل کلیسا چیه. بعد همه به هم نگاه کردن. گفت کشه کلیسا، گفت ببینم مگه تو خبر نداری فلانی عروسیش بود و ما 80,000 تومان پول کم داشتیم. این عین حقیقته و این گواهیه که توی ایران انجام شده. و میگفت من همون موقع زانو زدم، گفتم خدای منو ببخش که من به تو با وفاداری این کار رو انجام ندادم، با ترس انجام دادم. دلامونو باز کنیم، در حضور خدا بریم، این قوت رو بگیریم. آنچه را که گفتم درست یک مثال در تو 10:1 بود، در تو موقعیت زندگی خودت هست. صدای خدا رو بشنو. وقتی صدای خدا رو میشنویم، این امید در دل تو ایجاد خواهد شد که خداوند هرگز تو رو تنها نخواهد گذاشت. چرا که ما میدانیم پادزهر ترس های ما در حضور خدا بودن هستش. همونه که ما در انجیل مرقس 4:40 میخونیم که اعلام میکنه از بهر چه چنین ترسانید؟ چون از که ایمان ندارید. اون ایمان حقیقی، اون رابطه حقیقی رو نیست. وقتی من با خدا نداشته باشم، متاسفانه ناامیدی، ترس و نگرانی مرا در بر خواهد گرفت. همچنین در امثال 29:25 میخونیم که اعلام میکنه ترس از انسان دام میگستراند، اما هر که به خدا توکل نماید سرفراز خواهد شد. فقط بپذیرم، قبول کنیم. الان این تلویزیون های هوشمند که اومده، که البته از این بالاتر هم هستش، شما به هیچ وجه دکمه روی اون نمیتونی ببینی که دکمه داره. حتما باید با کنترل اون رو روشن و خاموش کنی. چقدر ایمان داری که با کنترل تلویزیون روشن و خاموش میکنی، صداشو بالا پایین میکنی؟ همین مقدار به خدا داشته باش و خدا قوت تو خواهد بود و خداوند به تو نیز آنچه را که لازمی زندگیت هست و نیازت هست به موقعش خواهد داد. فقط مشروط بر این که بپذیریم. آیات بسیاری هست در رابطه با این که کلام خداوند این امید رو به ما میده. یوشع 1:8 که نترسیم. میخوام خیلی سریع از کنار اینها رد بشم که وقتی عادت کرده باشیم. اون هفته عرض کردم آیا برنامه دادیم به زندگیمون برای کلام؟ خواهش میکنم برنامه بده. برنامه بده برای خوندن کلام خدا. صبحگاهان با خداوند وقت بذار، کلامشو بخون. چرا که این آیات وقتی که به گوش ما میرسه، به ذهن ما میرسه، خوراک روح و روان ما میشه، هیچ چیزی نمیتونه ما رو بترسونه. بدترین خبرها ما رو نمیترسونه. چرا که به یاد میاریم تا خدا با ماست کیست بر ضد ما. در مزمور 125:1 میخونیم آنانی که بر خدا توکل دارن مثل کوه صهیونن که جنبش نمیخورن و پایدار است تا ابدالآباد. در مزمور 22:5 میخونیم متوکلان به خدا ناامید نمیشن. در مزمور 31:1 میخونیم متوکلان به خدا خجل نمیشن. 33:21 اعلام میکنه متوکلان به خدا همیشه شاد هستن. 37:5 اعلام میکنه دعاهای ایشان اجابت میشود. 40:4 اعلام میکنه به دام دروغ و ریا گرفتار نمیشوند. 141:8 اعلام میکنه متوکلان به خدا عمرشون تلف و هدر نخواهد شد. امثال 20:22 نیز اعلام میکنه متوکلین به خدا هرگز انتقام نمیگیرند.
به دنبال انتقام نیستن، چون نمیترسن انتقام. کسایی که اهل انتقام هستن، کسایی هستن که میترسن، از ترسشون نیست، در فکر و اندیشه هستن که انتقام بگیرن. و بالاخره در مزمور 37 3 الی 5 میخونیم: بر خداوند توکل نما و نیکویی بکن، در زمین ساکن باش و از امانت پرورده شو و در خداوند تمتع ببر، پس مصلحت دل تو را به تو خواهد داد. طریق خود را به خداوند بسپار و بر وی توکل کن که آن را انجام خواهد داد. بدون هیچ نوع شکی فقط بپذیرم و نیز قبول کنم که خداوند مرا دوست دارد و مرا یاری خواهد کردش. مزمور 46 1 الی 2 رو داریم پروین جان؟ لطفا داشته باشی. توکل به خدا یعنی چی؟ یعنی که من خدا رو در کنار خودم داشته باشم، باش رابطه داشته باشم و کاملا همان مسائل رو خودم رو به او بسپارم. این اعتماد رو داشته باشم تا زمانی که نزدیکم هستش. پدری دستش رو میذاره روی شونه پسرش و بهش میگه من شیرم یا تو؟ پسر میگه من. یه نگاهی میکنم گوره، میگه پسرم من شیرم یا تو؟ میگه معلومه من. پدر میره عقب و میسه، میگه پسر من شیرم یا تو؟ میگه بابا تو. میگه چی شد؟ میگه اون موقع که بهت گفتم من شیر هستم، دستت روی شونه من بود و دستت رو قوت. اگر اجازه بدیم که دست مسیح با ما باشه، با اون یک رابطه عاشقانه داشته باشیم، زندگی خودمون رو تقدیس کنیم، هرگاه که اشتباه و گناهی میکنیم و قبل از اینکه بخوایم بخوابیم بریم در حضور خداوند و این دوش روحی و روانی رو بگیریم در حضور خداوند، که شب به راحتی بخوابیم و صبح که بلند میشیم قبل از اینکه بخوایم با دنیا برخورد کنیم، با خدای زنده خودمون برخورد کنیم، به زبان قلبمون اونجا دست خدا با ما هستش و قوت ما خواهد بود. آمین. لطفا لحظه ای بیستیم با هم دیگه. میخوام اعتراف این آیه زیبا رو بکنیم. آیا خانه هست برای شما عزیزان؟ مزمور 46 1 الی 2 با هم اعلام میکنیم: خدا مرجع و قوت ماست، خدا مرجع و قوت ماست، و مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت میشود. پس نخواهم ترسید، اگر که جهان مبدل گردد و کوها غرق به لرزش درآید. آمین. هر شرایطی که بشه خدا با ما.